در ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار یک آنتن جدید افغان بیسیم از سوی مسئولان این شرکت مخابراتی به منظور حل مشکلات مخابراتی عودت کنندگان از پاکستان ایجاد گردید. سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی با ابراز قدردانی از این اقدام شرکت مخابراتی افغان بیسیم، ایجاد این آنتن را برای حل مشکلات مخابراتی برگشت کننده ها از پاکستان مؤثر بیان کرد. وست چه پکم کمپ که ولاری داد داغ اورون دفار عارضی کمپ جوڑ شوه ده چه که آغازه نداغوی را رسخت شی او خپل اصلی تاٹو بی تا پتک که سستون زوالری کولش چه دلتا یو سو وقت تیر که دلتا دا افغان بسیم شبکه داغ نوی کمانتان چه فعال کرده ده فیلون توجی ده روانش بکه با انشاءالله پتریجیبانی بدل شی. سرپرستین وزارت همچنان از فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای عودت کنندگان خبر می دهد. هو د کابینه غونډه د افغانستان اسلامي امارت د زعیم علي قدر امیرالمؤمنین صاحب په مشرۍ کې وشوه او محترم امیرالمؤمنین صاحب ټولې کابینې ته هدایت وکړ چې سمو په توان کې وي هغه وکړي چې دغه جبري راستنیدونکو وروڼو ته سهولتونه برابر کړي او د هغوی خدمات وکړي. با این حال مسئولان شرکت مخابراتی افغان بیسیم میگویند که برای فراهم کردن تسهیلات به عودت کنندگان تلاش بیشتر خواهند کرد. سپین بولدک کې البته موږ د مخکې نه په سرحدي نقطه د سپین بولدک کې موږ هلته سایټم د مخکې نه فعال کړی و او د مخابراتي خدماتو اسانتیاوې مو هم روستلې وې. اوس یو بل ځای په نظر کې دی په نامه د انځیرګي باندې چې هلته هم مخابراتي خدمات باید وي او هلته د کمپ دپاره هم ترتیبات نیول شوي دي. بنان موږم هلته خپل مخابراتي سایټم فعال که. این در حال است که چند پیش نیز از سوی مسئولان شرکت افغان بیسیم در کمپ اسپین بولدک برای عودت کنندگان سیم کارت های رایگان توزیع شده بود.